سلام و درود به شما بینندگان و علاقمندان خبرهای ورزشی. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در استانبول ترکیه برای ایران با دو ناکامی و کسب یک سهمیه المپیک آغاز شد. در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، سعید عبدولی با صعود به فینال اولین سهمیه کشتی ایران در المپیک 2012 لندن را تصاحب کرد. در مرحله نیمه نهایی وزن 66 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در استانبول، سعید عبدولی موفق شد کیم هیون وو قهرمان سال 2010 آسیا از کره جنوبی رو در سه تایم شکست بده و به فینال مسابقات جهانی برسه. سعید عبدولی تنها مدال‌آور ایران در روز اول مسابقه شده، چرا که دو ملی پوش دیگر کشتی فرنگی ایران در سه وزن اول، محسن حاجی پور و قاسم رضایی، با قرعه اسرائیل روبرو شدند. در وزن 55 کیلوگرم که 37 کشتیگیر حضور داشتند، محسن حاجی پور در دور اول مقابل دنیار اسلاموف از مولداوی باخت تا به دیدار نماینده اسرائیل نره. در وزن 96 کیلوگرم هم قاسم رضایی پس از استراحت در دور اول با قرعه اسرائیل برخورد کرد و با اعلام سرپرست تیم ملی کشتی ایران با ارائه گواهی پزشکی ساختگی از دور رقابت‌ها کنار رفت. برای آگاهی بیشتر از شرایط تیم ملی فرنگی و محرومیت‌های احتمالی آینده ایران، ارتباط تصویری داریم با مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی و خبرنگار ورزش در سالن 16000 نفری سینان اردم استانبول، محل برگزاری رقابت‌ها. آقای رستم‌پور، ضمن سلام و وقت بخیر به شما، ابتدا در صورت امکان از جدیدترین نتایج رقابت‌ها بگید. برگزاری مراسم افتتاحیه و سه ماه در پیشان بر روی شبهای مسابقات چراغ‌های سالن رو خاموش کردن، شاید نور در واقع تصویر چندان کیفیتی نداشته باشه، اما چنانچه نتایج رو اعلام کردید، سعید عبدولی نصف فینال وزن 66 کیلوگرم صعود کنه، کسب سهمیه المپیک. صداتون متاسفانه مثل اینکه قطع شد جناب آقای رستم‌پور، اگر صدای بنده رو میشنوید، از مراسم افتتاحیه گویا در حال برگزاری هست، بفرمایید. بله، من صدای شما رو دارم. همونطور که اشاره کردید، سعید عبدولی به فینال رسید، خوشی‌های بسیار خوبی گرفت، قهرمان جوانان جهان که موفق شد خواب فینال بگذاره و برای کسب مدال طلا مبارزه خواهد کرد. اما شگفتی هم کم نداشت رقابت‌های روز نخست این مسابقات، تیم روسیه در 66 کیلو آمباکو واچادزه قهرمان پارسال جهان مقابل کرواسی شکست خورد و نایب قهرمان المپیک از ارمنستان آرمن واردانیان هم مغلوب هوگو پاسوس از پرتغال شد. یعنی سطح کیفی رقابت‌ها فوق‌العاده بالا بود. آقای رستم‌پور، گویا با این اتفاقی که برای محسن حاجی پور و قاسم رضایی در این رقابت‌ها افتاد، واکنش اعضای تیم ملی و روحیه این تیم از لحظه نخست زمان وزن‌کشی که مشخص شد با قرعه اسرائیل روبرو شده و تا الان چه بوده؟ ببینید آقای مادی، من لحظه وزن‌کشی کنار بچه‌های تیم ملی بودم و زمانی که مراسم وزن‌کشی به پایان رسید و مشخص شد که دو نفر با رقبای اسرائیلی باید روبرو بشن، شرایط فوق‌العاده عجیبی اونجا اتفاق افتاد. در حالی که بقیه تیم‌ها داشتن برنامه‌های تاکتیکی روز بعد خودشون رو مرور می‌کردن، اردوی تیم ایران واقعا مثل در واقع یک فضایی که اونجا عزاداری داره برگزار میشه شده بود و مربیا گریه می‌کردن، کشتیگیرا گریه می‌کردن، سرپرست تیم هم گریه می‌کرد و خب باعث ناراحتی بقیه تیم‌ها هم شده بود که چرا باید یک همچین شرایطی در ایران وجود داشته باشه که کشتیگیری ماه‌ها تمرین کنه، از زندگی خودش بگذره و با آمادگی کامل به مسابقات بیاد، وزن‌کشی هم بکنه اما کشتی نتونه بگیره. و حتی آقای صنعتکاران خیلی عصبانی بود و بقیه اعضای تیم هم همینطور، کشتیگیران نای بلند شدن نداشتن، روی تشک در سالن تمرین و محل وزن‌کشی دراز کشیده بودن و فقط گریه می‌کردن. ایرانیایی هم که اومدن اینجا از ایران و تعدادشون هم خیلی زیاده، اونم خیلی عصبانی بودن، میگفتن ما بلیط‌های 1,000,000 تومانی برای پرواز گران قیمت تهران استانبول تهیه کردیم، بیایم اینجا کشتی ببینیم، اما این اتفاق رخ داده و کشتیگیرای ما باید روی تشک برن. و در نهایت هم مسئولین تیم ایران مذاکره که چرس کنم، من در تالار افتخارات فیلا، مراسمی که برای ابراهیم جوادی برگزار شده اونجا حضور داشتم و واقعا التماس میکردن مسئولین تیم ایران که تو رو خدا این مجوزهای پزشکی رو از ما قبول کنید، تیم ما رو محروم نکنید. آقای مارتینتی هم میگفت تیم شما همین الان باید محل برگزاری مسابقات رو ترک کنه. و در پایان آقای امادی قرار بر این شد که اگر یک بار دیگه
یک کشتیگیر ایرانی با حریف اسرائیلی روبرو بشه و به روی تشک نیاد، آقای مارتینتی گفت که دیگه پیش من نیایید و کاروان تیمتون رو باید جمع کنید و به ایران برگردید، چون این مسئله از نگاه سیلا غیر قابل تحمل هست. آقای رستم‌پور، همین تصاویری که شما الان بر ما ارسال کردید، تصویری که نماینده کشتی ایران حاضر نمیشه روی تشک و نماینده اسرائیل به پیروزی میرسه رو بیننده‌ها مشاهده میکنن، گویا به نظر میرسه آقای جعفر اولیا سرپرست تیم هم گفته بود که این قرعه عمدی بوده و از پیش طراحی شده بوده. نظر کارشناسای دیگه چی هست؟ ببینید آقای مادی، الان از ایران بیش از 50 خبرنگار از صدا و سیما و رسانه‌های مختلف به این مسابقات اومدن، به خاطر اینکه در ایران بعد از رشته فوتبال خب اخبار کشتی اقبال عمومی زیادی داره و مردم دوست دارن این مسابقات رو زنده تماشا کنن که تلویزیون نشون نمیده و اخبارش هم دنبال میکنن. اما خب این خبرنگارا خب قابل درک نمیتونن الان واقعیت‌ها رو در مورد این قضیه انعکاس بدن و فکر میکنم به نوبه خودم این وظیفه رو دارم که در یک رسانه آزاد اعلام کنم جو تیم ایران بسیار بد، بسیار غم انگیز، کشتیگیران ناراحت و گریه میکنن و اگر هر خبر دیگه ای غیر از این در رسانه ها منعکس بشه واقعیت نداره، دروغه و این کشتیگیران اصلا بسیار بیروحی هستن، کما اینکه تیم کشتی آزادم که الان داره به اینجا میاد، اسرائیل در وزن 66 کیلوگرم یعنی وزن مهدی تقوی نماینده داره، در وزن 84 کیلوگرم علیرضا گودرزی هم باز یه حریف اسرائیلی داره، الان اون کشتیگیرم شرایط روحی خوبی ندارن، چه بسا اونا هم با حریف اسرائیلی مواجه بشن و نتونن کشتی بگیرن و تیم هم با محرومیت مواجه بشه. هر بحث دیگری که در این زمینه مطرح میشه در واقع بحث کاملا غیر مرتبط هست و صرفا برای فریب اذهان عمومی مطرح میشه، اما فکر میکنم علاقمندان ورزش خودشون متوجه واقعیت‌ها در این خصوص هستن. آقای رستم‌پور، به حال به اعتقاد خیلی از کارشناسان لطمات این مواجه نشدن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی که در داخل ایران تبلیغ و ادعای جمع‌آوری در حمایت از مردم فلسطین هست و در خارج تمارض و دروغ و توسل به گواهی‌های پزشکی غیرواقعی، لطمات زیادی داره و کارشناسان اعتقاد دارن که این لطمات هنوز ادامه داره. سوال من از شما این هستش که فدراسیون جهانی کشتی در این مورد و کلا فدراسیون جهانی تا چه وقت با این برخورد ایران مدارا می‌کنن؟ بله جناب آقای مادی، من در سالهای قبل هم کنار تیم کشتی ایران بودم و عدم مبارزه اونها با نمایندگان اسرائیل رو دیده بودم، اما برخورد فیلا هیچ وقت سختگیرانه نبود. با این حال امسال کاملا شرایط فرق میکرد و به شدت فیلا معترض بود نسبت به این قضیه. تیم ایران تا آستانه اخراج از محل برگزاری رقابت پیش رفت و به نظر میرسه که در آستانه المپیک لندن برخورد ها سختگیرانه تر خواهد بود، کما اینکه فدراسیون جهانی والیبال هم قراره جلسه ای برگزار کنه درباره انصراف تیم والیبال دانشجویان ایران از مبارزه با تیم دانشجویان اسرائیل. در فدراسیون جهانی شنا هم چنین خبری رو داشتیم، آقای مارکولسکو دبیر کل این فدراسیون اعلام کرده بود که درباره ایران ما میخوایم به صورت جدی تصمیم گیری کنیم. اینه که به نظر میرسه این ماجرا به زودی فرجام مشخصی خواهد داشت و دیگه نمیشه مثل سابق تیم‌ها و نمایندگان ورزش ایران از مبارزه با رقبای خودشون به اجبار و به دستور مقامات سیاسی ایران انصراف بدن. آقای رستم‌پور خیلی ممنونم، مثل اینکه وزکشی اوزان 60-84-120 هم اتفاق افتاده و سامان طهماسبی و هاشم‌زاده مسعود هاشم‌زاده در ترکیب تیم ملی آذربایجان قرار کشتی بگیرم. امیدوار هستم که فردا هم بتونیم از نظرات کارشناسای شما استفاده کنیم. با سپاس از مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی و خبرنگار ورزشی که از استانبول ترکیه محل برگزاری رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان با ما بود. متشکرم آقای رستم‌پور.